با سلام به برنامه خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید روزنامه آمریکایی وال جورنال فاش کرد که باراک اوباما ماه گذشته میلادی نامه محرمانه برای علی خامنه ای فرستاده و در آن منافع مشترک ایران و آمریکا را شهر داده است در همین راستا هفت دیپلمات ارشد و سابق اروپا هم در نامه سرگشاده زمان توافق نهایی اتمی با جمهوری اسلامی را همکنون دانستند. هفت دیپلمات ارشد و سابق اروپا در نامه سرگشاده زمان توافق نهایی اتمی با جمهوری اسلامی را همکنون دانسته و هشدار دادند که تأخیر در اتخاذ تصمیم‌های دشوار نهایی احتمالا شانس بیشتری به کسانی می‌دهد که مخالف روند دیپلماتیک و به شکست کشاندن گفتگوها هستند. این نامه سرگو شده که در روزنامه بریتانیای گاردین منتشر شده به امضای خاویر سولونا مسئول اسبق سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه اسبق اسپانیا، سوئد و ایتالیا و همچنین رئیس کمیته امور خارجی مجلس آلمان، دیپلمات سابق بریتانیایی و رئیس گروه بین‌المللی بحران رسیده است. به نوشته این دیپلومات ها اکنون که راحل های خلاقانی فنی فرموله شدند، توافقی که هم به طور موثر و سلحامیز نگرانی های قدرت های جهانی درباره برنامه اتمی ایران را مرتفع کند و هم به آرمان های مشروع و حق حاکمیت ایران احترام بگذارد در دسترس است. نویسندگان این نامه هشدار دادند که هزینه شکست در رسیدن به توافق نهایی برای قدرت‌های جهانی به معنی تضعیف نظارت بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و برای ایران به معنی تشدید تحریم‌ها و انزوای بیشتر خواهد بود. پیش از این نامه وزیر امور خارجه آلمان هم هشدار داده بود که در صورت شکست مذاکرات با جمهوری اسلامی ایالات متحده ای آمریکا تحریم‌های بیشتری را علیه ایران تصویب خواهد کرد. در همین حال روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته نامه این محرمانه برای علی خامنه رهبر ایران فرستاده و در آن منافع مشترک ایران و آمریکا را شهر داده است بنا به آنچه وال استریت میگوید آقای اوباما به رهبر ایران نوشته است که هر حمله آمریکا علیه مواضع گروه داعش با منافع ایران نیز همخوانی دارد به گفته وال جورنال این نامه کمی پیش از سر رسیدن 24 نوامبر موعد رسیدن به توافق ای فرستاده شده است و می تواند برای ترغیب رهبر ایران به موضعی در جهت رسیدن به توافق باشد. دست کم این چهارمین باری است که آقای اوباما از زمان ورودش به کاخ سفید در سال 2009 به رهبر ایران نامه نوشته است. به نوشته جورنال این مکاتبات نشان می دهد که آقای اوباما در مقابل با داعش نقش ایران را خواه منفی یا مثبت مهم می داند. به نوشته این نشریه مقامات کاخ سفید در پاسخ پرسش های دیپلومات های خارجی درباره نوشتن چنین نامه این موضوع را تکذیب نکردند. در واکنش به این نامه اما سخنگوی کاخ سفید اطمینان داده که سیاست واشنگتن در قبال ایران هیچ تغییری نکرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره این نامه از اظهار نظر خودداری کرده و گفته من در موقعیتی نیستم که درباره نامه‌نگارهای رئیس جمهوری با هیچ یک از رهبران جهان صحبت کنم. آقای ارنست اما افزوده که او میتواند بگوید سیاستی که رئیس جمهوری و دولت او در قبال ایران اعلام کرده تغییر نکرده است و ایالات متحده هیچ همکاری نظامی با ایران در مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی نخواهد داشت به گفته او آمریکا اطلاعات خود درباره گروه خلافت اسلامی را با ایران به اشتراک نخواهد گذاشت اما در این باره گفتگوهایی در حاشیه مذاکرات هسته انجام شده که ناظر به منافع آنها بوده است انتشار این نامه یک روز پس از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در خصوص برنامه هسته ایران صورت میگیرد او که در یک کنفرانس خبری و پس از پیروزی جمهوری خان در انتخابات میان کنگره سخن می تأکید کرد اگر بتوانیم با ایران به توافقی خوب برسیم که بتواند جهان را متقاعد کند که ایران توانایی تولید سلاح اتمی را نخواهد داشت آن وقت با کنگره وارد مذاکره می‌شویم و آنها را هم متقاعد می کنیم. اما این نیازمند یک توافق خوب است آقای اوباما گفته آمریکا و متحدانش می توانند چارچوبی به ایران پیشنهاد کنند که در آن بتواند نیازهای صلحآمیز انرژی خود را تعمین کند اما در این حال گفته مذاکرات اتمی یک راه دشوار دیپلماتیک است چرا که دو طرف به هم بیاعتماد هستند ایران و گروه پنج علاوه یک بر اساس توافق مقدماتی شش ماهه ژنو که برای چهار ماه اضافه تر تمدید شده قصد دارند به یک توافق جامع دست یابند این مهلت چهار ماهه روز 24 نوامبر به سر می رسن. سید احمد خاتمی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران گفت اوباما دیروز گفته که تحریم ایران را پای میز نشاند این غلط است تحریم ما را پای میز ننشانده راه ما مقاومت است اگر درست میخواهید بفهمید اتمام حجت ما را پای میز نشاند ادهی گفتند شما دشمن تراشی می اما ساده آدمها آدم ها فهمیدند آمریکا قابل اعتماد نیست خاتمی ادامه داد یکی از مسئولان آمریکا گفته اگر موضوع هستی حل شود ما در های دیگر با ایران چالش داریم باید بگوییم نفرت از استکبار هم از, جا... از جان این مردم نمی رود و فریاد مرگ بر آمریکای ما بلند است محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر از احتمال آزادی جیسون رضاییان گزارشگر نشریه واشنگتن پست در کمتر از یک ماه آینده خبر داده است وی گفته ممکن است دادگاه رأساً آقای رضاییان را عفو کرده و حکم تبرئه ایشان را صادر کند در غیر این صورت شق دوم یعنی جریان عفو توسط ولی فقیه شروع می شود ما باید این جریان را طی کنیم و تاکید وی تاکید کرد آزادی آقای رضاییان مستقیما صورت نمیگیرد اما پیش بینی می کنم. کمتر از یک ماه احتمال آزادی وی وجود دارد گفتنی است جیسون رضایان که دارای تابعیت دوگانه آمریکایی ایرانی است بیش از یک ماه است که بدون اتهام خاصی در ایران محبوس است نجیب رئیسی فرزند امام جمعه اهل سنت نصیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد نجیب رئیسی فرزند مولوی دوست محمد رئیسی امام جمعه اهل سنت نصیرآباد، سرباز است تا کنون هیچ اطلاعی از وضعیت نجیب رئیسی محل نگهداری و ارگان بازداشت کننده او در دست نیست و نامبرده هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است گفته حدود یک ماه پیش پسر عموی نجیب رئیسی نیز به نام امین رئیسی به همراه پدر خود بازداشت شده بود که پدر 60 سالش یک روز پس از بازداشت آزاد شد اما از وضعیت امین و اتهام وی اطلاع دقیقی در دست نیست یک منبع آگاه به وضعیت آتنا دائمی دختر جوان 26 ساله‌ای که به اتهام نامشخص از روز 29 مهر از سوی پلیس امنیت دستگیر شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که خانواده این دختر جوان تا کنون هیچ اطلاعی از اتهام او و وضعیتش پس از دستگیری ندارند به گفته این منبع آگاه معموران در زمان بازداشت او فقط گفتن در شبکه های مجازی مانند فیسبوک زیاد فعالیت داشته است آتنا دایمی در اعتراضات اجتماعی علیه حقوق کودکان مانند تظاهرات برای بچه های کوبانی نیز شرکت کرده و بیانیه هایی را در صفحه فیسبوک خود در حمایت از کودکان کوبانی منتشر کرده است صفحه فیسبوک او پس از بازداشتش بسته شده است این منبع همچنین در مورد وضعیت کنونی خانم دایمی گفت آتنا در سلول انفرادی زندان اوین به سر میبرد و همچنان در حال بازجویی است و در این مدت فقط دو بار تماس تلفنی با خانوادش داشته است شیخ احمد الفهد آل سباه رئیس شورای المپیک آسیا خواستار توضیح جمهوری اسلامی درباره دلایل بازداشت و حبس قنچه قوامی شد در همین راستا وزرای ورزش و امور خارجه اتریش خواهان آزادی قنچه قوامی شدند این درخواست در حالی است که برای برادر خانم قوامی از اعتصاب قضای خشک او خبر داده است از کارزار جهانی برای آزادی قنچه قوامی تا کنون بیش از 700 هزار نفر از جمله وزیر خارجه و وزیر ورزش اتریش حمایت کردند. گرال کلوگ وزیر ورزش اتریش درباره پیوستنش به کارزار جهانی برای آزادی قنچه قوامی گفته است برای من مهم است که مردان و زنان در تمام کشورهای جهان بتوانند در رقابتهای ورزشی شرکت کنند چه به عنوان ورزشکار و چه به عنوان تماشاگر وی افزوده است در مورد بازداشت قنچه قوامی اقدام صورت گرفته برخلاف استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است سباستیان کورتس وزیر امور خارجه اتریش نیز گفته قنچه قوامی به شکل مسالمت آمیز علیه رفتار نابرابر با زنان و مردان در ایران اعتراض کرد. بازداشت و محکومیت وی به حبس طولانی آشکارا استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات را نقض می‌کند. وزیر امور خارجه اتریش افزوده است به این شکل تلاشها برای ارائه فرصت های مساوی به مردان و زنان در تمام جنبه های زندگی و در سراسر جهان تضعیف می شود. وزیر ورزش اتریش افزون بر حمایت از کارزار جهانی آزادی قنچه قوامی قرار است در سطح اتحادیه اروپا درباره پاسداری از استانداردهای بین المللی در رویدادهای ورزشی صحبت کند و کمیسر جدید اتحادیه اروپا در امور ورزشی را به این موضوع حساس کند در همین راستا شیخ احمد الفهد آل سباه رئیس شورای المپیک آسیا نیز خواستار توضیح جمهوری اسلامی درباره دلایل بازداشت و حبس قنچه قوامی شد آقای آل سباه در تایلند به خبرنگاران گفته اگر قنچه قوامی از تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی خود برای اهداف سیاسی استفاده کرده باشد ما این را رد می کنیم زیرا مایل نیستیم هیچ کس از ورزش برای سیاست استفاده کند رئیس شورای المپیک آسیا افسوده است نباید اینگونه به ماجرا نگاه کرد که او فقط بریتانیایی است اگر او ایرانی هم هست نباید از این مسئله برای اهداف ورزشی استفاده شود شیخ احمد الفهد آل صباح از جمهوری اسلامی ایران خواستار توضیح درباره وضعیت قنچه قوامی شده است این سخنان رئیس شورای المپیک آسیا دو روز پس از آن بیان می شود که برادر خانم قوامی از اعتساب غذای خشک او خبر داد اعتصاب غذای خشک به معنی نخوردن همزمان غذا و مایات است پیش از این آری گراچا رئیس فدراسیون جهانی والیبال در یک سخنرانی در حضور رؤسای فدراسیون‌های والیبال کشورهای دنیا آزادی خانم قوامی را مهمترین خواسته فدراسیون جهانی این ورزش عنوان کرده بود به گزارش وبسایت رسمی فدراسیون جهانی والیبال پس از آنکه آقای گراچا خواستار آزادی قنچه قوامی شد تمام 210 رئیس فدراسیون‌های والیبال کشورهای جهان به مدت دو دقیقه ایستاده او را تشویق کردند قنچه قوامی سیوم خرداد ماه امسال برای تماشای مسابقه والیبال تیم ایران مقابل ایتالیا به ورزشگاه آزادی رفته بود. او در آن روز همراه با عده دیگری از زنان بازداشت، شد اما با سپردن تعهد آزادش کردند. زنان بازدار شده در اعتراض به جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه دست به اعتراض زده بودند. قوامی نهم تیر ماه هنگامی که به بازداشتگاه مراجعه کرد تا وسایل شخصیش را تحویل بگیرد، بار دیگر بازدار شد و در زندان اوین به سر میبرد روز شنبه دهم آبان ما محمود علیزاده تبا تبایی وکیل خانم قنچه قوامی گفت موکلش به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. گفتنیست بازداشت و محکومیت خانم قوامی اعتراض های داخلی و بین المللی فراوانی به دنبال داشته است. زهرا موسوی دختر میرحسین موسوی به مناسبت پنجمین سالگرد کشته شدن سید علی موسوی حبیبی خواهرزاده میرحسین موسوی نوشت مادر دو شهید عکس صورت متلاشی و پای زخمی ابراهیم را هنوز به همراه داشت که آشورای 88 شد وی این نوشته امه باز شکایت نکرد و تنها زینبوار موقع دفنش گفت او راه حسین را رفت برای اینکه دروغ نباشد و ظلم نباشد دختر میر حسین در خصوص بازجویی بی سر و صدا از خانواده علی موسوی هم نوشت هفته قبل رفته بودند خانه امه و زمین پرسیدن از برنامه ها و بازجویی بی صدا گفته بودند که حالا طوری نشده یک اتفاق بوده گفتنیست علی حبیبی موسوی خواهرزاده میر موسوی در جریان اعتراضات مردم در سال 88 و در روز آشورا از سوی حکومت ایران مستقیما هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد دادگاه تجدید نظر حکم ده سال حبس تعزیری روین اطوفت فعال فرهنگی ملی مذهبی و یکی از علاقمندان به آثار علی شریعتی را تایید کرده است روین اطوفت از فعالان فرهنگی و یکی از دوستداران علی شریعتی است که اصر روز جمعه 27 بهمن ماه 1391 معموران امنیتی و اطلاعاتی به جلسه سخنرانی که در منزل او برگزار شده بود یورش بردند و این فعال ملی مذهبی رو بازداشت کردند. روین اوتوفت 19 تیر ماه 92 پس از پنج ماه با وسیقه از زندان وین آزاد شد. بعد از آزادی اما دفتر پیگیری وزارت اطلاعات او را چند بار احضار کرد تا اینکه سرانجام به اتهام تأسیس یک گروه غیرقانونی در دادگاه انقلاب محاکمه و به ده سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت محکوم شد روین اطوفت پیش از این نیز در خورداد ماه 91 در مراسم سالگرد هدا سابر زندانی سیاسی که در زندان درگذشت دستگیر شده بود نهادهای امنیتی آلمان یک حمله گسترده سایبری را کشف کردند که دست کم از حدود دو سال پیش در جریان است و دست اندرکاران آن به ساخت موشک، ماهواره و پهباد علاقه ویجه ای نشان میدن سرنخ تحقیقات به ایران ختم شده است اداره امنیت داخلی ایالت بایرن آلمان یک حمله هکری گسترده از ایران به نهادهای تحقیقاتی و شرکت‌های متعدد آلمانی و بین‌المللی را کشف کرده است. کنسرن‌های تسلیحاتی، کارخانه‌های فعال در صنعت هوافضا، تولیدکنندگان محصولات شیمیایی و همچنین دانشگاه‌ها هدف این حمله بودند. این شرکت‌ها آلمانی یا متعلق به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکایی، مکزیکی، اسرائیلی، روسی یا چینی بودند. مهاجمان از جمله به روش ساخت موشک، هلیکوپتر، ماهواره و پهپاد علاقه ویژه‌ای نشان میدن. به گفته اداره امنیت داخلی ایالت بایرن این حمله گسترده حداقل از روزهای نخستین سال 2013 آغاز شده همچنان ادامه دارد و در جریان آن مقادیر قابل توجهی اطلاعات به سرقت رفته است یک کنسرن فعال در زمینه هوافضا 115 هزار سند و یک تولید کننده ماهواره 10 هزار سند از دست دادند اداره امنیت داخلی ایالات بایرن اعلام کرده تا کنون هیچ سندی از شرکت های آلمانی به سرقت نرفته است. دیگر نهادهای امنیتی آلمانی و بین المللی به تحقیقات وارد شدند. کارشناسان امنیتی در ابتدا به سروری برخوردند که داده های سرقت شده و ابزار کار مهاجمان بر روی آن ذخیره شده بود. کارشناسان از این سرور رفته رفته شبکه هکرها قربانیان دیگر و در نهایت آی آدرس شرکت پوششی مهاجمان را کشف کردند. سرنخ تحقیقات به ایران ختم شده است. بررسی ها نشان می که ساعت حملات عموما با ساعت کار اداری در ایران هم خانی دارد. هکرها گذرواژه ها را شکستند با استفاده از ایمیل های جلی به اطلاعات ورود به سیستم ها دست یافته و از حفره امنیتی سیستم عامل ویندوز سو استفاده کردند. پیش از این نیز کارشناسان امنیت مجازی در آمریکا از حملات سایبری گسترده به بانک و مؤسسات مالی این کشور خبر دادند. حملاتی که ادعا شد ایران در پس آنها قرار دارد. ایران اما این ادعا را تکذیب کرده است و آمریکایی میگویند توانایی ایران در زمینه حملات سایبری به یک تهدید جدی تبدیل شده است کارشناسان امنیت معتقدند افزایش توانایی ایران به همکاری سایبری این کشور با روسیه نیز ارتباط دارد ایالات متحده میگوید مواضع گروه موسوم به خراسان در سوریه که وابسته به القاعده است را بمباران کرده و این گروه را متهم کرد که در صدد حمله به اروپا یا آمریکا است یک مقام آمریکایی نیز گفته است که یک, شپ یک نظامی فرانسوی به نام دیوید دروگوئن که مسلمان شده را هدف حمله هوایی قرار داده است هنوز خبری دال بر تایید کشته شدن وی منتشر نشده است فرماندهی مشترک آمریکا در بیانیه اعلام کرد که حملات هوایی گروه خراسان در نزدیکی سرمدا در سوریه را هدف گرفته است در همین حال به گفته شاهدان عینی و شورشیان سوری اعتلاف بین المللی مواضع جبهه النصره از دیگر گروه های وابسته به القاعده را در استان ادلیب سوریه مورد حمله هوایی قرار داده است جبهت النصره هفته گذشته در یک, در یک عملیات گسترده این مناطق را از شورشیان سوری مورد حمایت غرب باز پس گرفته بود وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که روسیه به این کشور اطلاع داده است در نشست امنیت هسته‌ای سال 2016 که قرار است در شهر شیکاگو آمریکا برگزار شود شرکت نخواهد کرد به گزارش خبرگزاری رویترز روسیه گفته است که به مفید بودن این نشست اطمینان نداشته و اعتقاد دارد که در این نشست دیدگاه های کشورهایی که مخالف دیدگاه برگزار کنندگان نشست باشد تحمل نخواهد شد وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که به جای شرکت در نشست شیکاگو این کشور تمرکز خود را بر روی شرکت در نشستی خواهد گذاشت که در همان سال در همان سال 2016 توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار خواهد شد با این وجود وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده که تا تصمیم روسیه برای شرکت در نشست شیکاگو در آینده تغییر کند مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن انتخابات در مناطق تحت تسلط جدایی طلبان در شرق اوکراین اعلام کرد که اروپا ممکن است مسئله اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه را بررسی کند به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس فدریکا موگرینی مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا یه سفری به لهستان گفت که انتخابات بر انتخابات برگزار شده جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین غیرقانونی است و مشروعیت ندارد مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که استراتژی اتحادیه اروپا در قبال روسیه و بحران اوکراین در نشست 17 نوامبر وزرای خارجه اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. دادگاه عالی لیبی با صدور حکمی پارلمان این کشور را غیرقانونی اعلام کرد به گزارش خبرگزاری رویترز از ترابلوس احتمالا این حکم نارامی ها در این کشور تولید کننده نفت در شمال آفریقا دامن خواهد زد در این حکم قید شده کمیته ای که قانون انتخابات را آماده کرده قانون اساسی موقت این کشور را زیر پا گذاشته است بر اساس این گزارش تصمیم دادگاه عالی لیبی پس از حمله افراد مسلح به میدان نفتی الشراره که بزرگترین میدان نفتی لیبی است و قطع تولید نفت در این تأسیسات اتخاذ شد لیبی با گذشت سه سال از زمان سرنگونی حکومت معمر قذافی دیکتاتور معدوم این کشور به دلیل کشمکش دو دولت و پارلمان رقیب برای کنترل بر ذخایر عظیم انرژی دستخوش نارامی و هرج و مرج است در این مدت دهها گروه مسلح نیز به این نزا پیوستند کسانی که امروز دستگاه رهبری دولت اسلامی را تشکیل میدن در گذشته یا معموران اطلاعاتی رژیم صدام بودند یا اسلامگرایان افراطی و مجرمان ساده که با هم دیگر در زندان آشنا شدند زندانی که آمریکا در عراق ساخته بود رهبران تشکیلات توریستی دولت اسلامی که همکنون بخشای قابل توجهی از قلم رو به دو کشور عراق و سوریه را در کنترل خود دارند چه کسانی هستند و چگونه همدیگر را پیدا کردند پایگاه خبری اشپیگن آنلاین در گزارشی به این پرسش ها پاسخ داده است گزارشگر اشپگل آنلاین که منبع اصلی اطلاعات خود را روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز معرفی کرده می نویسد زندگی ابراهیم عواد ابراهیم البدری تنها زمانی که برای نخستین بار بازار شد مسیر تازه ای پیدا کرد او در سال 2004 میلادی زمانی که 23 سال داشت توسط سربازان آمریکایی در عراق بازدار شد تا آن زمان او کلاهبردار ساده خیابانی بود ده سال بعد او خود را ابو بکر البغدادی یا خلیفه ابراهیم نامید که رهبر گروه دولت اسلامی است دولت آمریکا برای بازداشت او 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. سربازان آمریکایی ابراهیم البزی را در خانه‌ای در شهر فلوجه به همراه شماری از دوستانش که از اسلامگرایان رادیکال بودند بازداشت کردند. او چندین سال را در اردوگاه بوکا سپری کرد. اما ابراهیم البزی یا ابو بکر البغدادی تنها فرد از رهبران دولت اسلامی نیست که مدت مدیدی را در اسارت آمریکایی ها در زندان بود. تقریبا همه رهبران کنونی دولت اسلامی چنین وضعیتی دارند. بازداشتگاه بوکا در این مورد نقش مهمی داشت. بوکا یکی از بزرگترین زندان های آمریکا در عراق بود. این زندان در نزدیکی شهر ام واقع در 60 کیلومتری جنوب بصره و نزدیک مرز کویت قرار داشت. حدود نه نفر از رهبران تراز اول دولت اسلامی برای چند سال در همین بازداشتگاه زندانی بودند و باور بر این است که در همین جا با یکدیگر آشنا شدند. از جمله زندانیان و همبندیان اردوگاه بوکا فاضل الحیالی در تشکیلات دولت اسلامی او را ابو مسلم و ترکمانی می نامند. او دومین فرد مهم در تشکیلات دولت اسلامی و معاون ابوالبکر البغدادی است. در رژیم صدام حسین او افسر اطلاعاتی تشکیلات امنیتی ارتش عراق بود. ابو محمد از نام رزمی او ابو ایمان العراقی است. عضو شورای نظامی دولت اسلامی است و این شورا مسئول طراحی و برنامه ریزی امور نظامی و عملیات جنگی است. او در رژیم صدام حسین سرهنگ سازمان اطلاعات نیروی هوایی عراق بود. عدنان اسماعیل نجم با نام رزمی عبال عبدالرحمن البیلاوی و عضو شورای نظامی دولت اسلامی بود. در رژیم صدام حسین از اعضای بلندپایه حزب بس عراق بود. عدنان اسماعیل نجم در جانه 2014 در استان انبار عراق کشته شد سمیر عبد محمد ال چلیفاوی با نام جنگی حاجی بکر عضو شورای نظامی دولت اسلامی عراق و در ژانویه گذشته در سوریه کشته شد عبدالواحد خدر احمد با نام مستعار ابولولو شناخته می شود و جزی از حسه سخت دولت اسلامی است او مسئول امور امنیتی دولت اسلامی است و جلوگیری از مقامت مردمی و اقدامات مخالف جیانه علیه دولت اسلامی در قلم حاکمیت این گروه از وظایف اصلی او به شمار می رود. عبدالله احمد المشهدانی در دولت اسلامی با نام ابو شناخته می شود. مسئول امور جنگجویان خارجی است. طرف توجه اصلی و افرادی هستند که برای انجام ترورهای انتحاری اعلامه. آمادگی کردند فارس ریاض النعیمی با نام مسار ابو شیما مشهور است او مسئول انبارهای تسلیحاتی دولت اسلامی است عبدالرحمن الفاری با نام مسار ابو سوجه مسئول امور بازماندگان کشته شدگان وابسته به دولت اسلامی است دولت اسلامی به شبه نظامیان خود قول داده که در صورت کشته شدن از بازماندگان آنها نگهداری کند زندان بوکا در زمان احداث در سال 2004 برای 5000 زندانی ساخته شده بود. در سال 2007 که اوج فعالیت‌های شبه نظامیان علیه ارتش آمریکا بود، این اردوگاه هزار نفر را در خود جای داده بود. برای جلوگیری از به وجود آمدن تنش در زندانی که چندین برابر ظرفیتش از زندانی پر شده بود، زندانیان بر اساس باورهای مذهبی از همدیگر تفکیک می شدن. اما این تفکیک خطر دیگری به وجود آورد. در بخش مربوط به زندانیان سنی، اسلام گرایان افراطی با اعضای حزب بس و افراد دستگاه امنیتی صدام حسین هم بند شدند. در نگاه اول این دو گروه نکات مشترک زیادی با هم نداشتند. لیکن هر دو گروه از این زندانیان سنی مذهب شرایط جدید عراق را نمیپذیرفتند پذیرفتند بعضی ها در رویای یک دولت عربی بودند و اسلامگرایان نیز در آرزوی یک حکومت اسلامی هر دو گروه نیز در دفاع از منافع و خواستهای خود با وحشیگری تمام عمل می کردن. در همین بند سنی های زندان بوکا کادرهای سابق رژیم صدام با اسلامگرایان افراطی پیمند خوردند بسیها استعدادهای نظامی و سازمانگری و نیز شبکه ای از بروکرات های مجرب خود را که اسلام گرایان فاقد آنها بودند در اختیار آنها گذاشتند. به این ترتیب در اردوگاه بوکا و دیگر زندانهای آمریکایی در ارا اتحاد خطرناکی از نیروهای افراطی شکل گرفت. آیت الله امجد از روحانیون منتقد حکومت گفت من گفتم مملکت و مردمی که در آن نقد و ناقد محترم نباشد و چاپلوس محترم باشد ساقط است هیچ چیز برایش نمیماند وی افسود ما نوع انسان را زایه کرده ایم و علما مسئولن. پیش از این نیز گفتم دو طبقه اگر سالم باشند جامعه سالم خواهد بود علما و عمرها وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت اگر کعبه را هفتاد هزار بار خراب کنید مانند توهین به مؤمن است آن وقت ببینید در جامعه ما چه توهین هایی می شود امجد سپس با انتقاد از وضعیت دین در جامعه گفت ما به مردم یک نیت درست نشان, ند... یک نیت درست نشان نداده ایم رسول زرگرپور استاندار اصفهان در پیامی از مردم شهر اصفهان خواسته به دلیل همزمانی رهاسازی آب در زاینده رود با ماه محرم هنگام ابراز مسرت حرمت ماه حرام را نگه دارند چهارشنبه شب دریچه های صد زاینده رود گشوده و آب در این رودخانه جاری شد و آب به شهر اصفهان و زاینده رود رسید آخرین بار در فروردین ماه سال گذشته شهروندان اصفهان این رودخانه را پر آب دیدند و رهاسازی امسال هم برای شروع کشت پاییزه بخشی از اراضی کشاورزی اطراف زاینده رود صورت گرفته است شهر اصفهان به علت چند مورد اسید پاشی به زنان در هفته های گذشته در شرایط روانی نامطلوبی به سر میبرد پلیس تاکنون موفق به بازداشت عاملان اسید پاشی ها نشده است کازم صدیقی امام جمعه موقت تهران از مردم ایران خواسته مثل اسرای کلبرا در برابر گرسنگی و تحریم ها مقاومت کرده و تن به ذلت ندهند وی گفته همانطور که حضرت زینب در شهر کوفه حاضر به پذیرش کمک های غذایی مردم نشد مردم ایران هم باید در برابر تحریم های بین المللی گرسنگی ها را تحمل کنند روحانیون و نظامیان حاکم بر ایران از همزمانی روز آشورا و روز سیزده آبان نهایت بهرهبرداری تبلیغاتی را برده و آمریکا، اسرائیل و بریتانیا را یزید زمان معرفی کردند. آنها با این شبیه سازی های تاریخی امیدوارند مردم ایران را با بسیاری از سیاست های جمهوری اسلامی به خصوص برنامه اتمی نظام همراه کنند. با افزایش تحریم های بین المللی این دست از روحانیون و نظامیان حتی مدعی شدند که اگر مردم در برابر این تحریم ایستادگی استادگی کنند امام دوازدهم شیعیان نیز ظهور خواهد کرد دادستانی دیوان بین المللی کیفری میگوید در رابطه با حمله اسرائیل به یک کشتی ثبت شده در ترکیه در دریای مدیترانه پرونده علیه اسرائیل تشکیل نخواهد شد در ماه می 2010 نیروهای اسرائیلی به کشتی های حامل کمک های انسان دوستانی که راهی غزه بودند حمله کردند و نه فعال شهروند ترکیه را کشتند دادستان کل دیوان کیفری بینون مللی اعلام کرد که این دادگاه در رابطه با حمله اسرائیل به قایق حامل فعالان ای که سال 2010 آزم غزه بود اقدام به تعقیب قضایی نخواهد کرد اگرچه نشانه هایی از وقوع جنایت جنگی در این رخداد وجود دارد به گزارش خبرگزاری فرانسه فاتو بنسودا در بیانیه‌ای گفت هیچ تحقیقی که به پیگرد قضایی احتمالی در رابطه با حادثه یاد شده منجر شود انجام نخواهد شد چرا که جرائم ادعا شده از جمله کشته شدن ده فعال ترکیهی به دست کماندوهای اسرائیلی فاقد آن وزن کافی برای اقدام دیوان بین المللی کیفری است. به گفته او اطلاعات در دسترس زمینه قابل قبولی را برای باور این امر فراهم می آورد که در جریان متوقف کردن کشتی ثبت شده ماوی مرمره جنایت جنگی رخ داده است. در ماه مه 2010 که حمله اسرائیل رخ داد، مجموعاً شش کشتی برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه در 130 کیلومتری سواحل اسرائیل شناور بودند. کماندوهای اسرائیلی با پرتاب تناب از هلیکوپترهایی که بر فراز این کشتی ها در پرواز بودند بر عرشه بزرگترین کشتی ماوی مرمره فرود آمده و با آن حمله بردند. کماندوهای اسرائیلی فوراً پس از ورود به کشتی به سمت سرنشینان آن آتش گشوده نه نفر از آنها را کشته و حدود پنجاه نفر دیگر را زخمی کردند. داستان کل دیوان کیفری بین‌المللی در این باره گفت با توجه به ماهیت جدی صدمات جسمانی که نیروهای دفاعی اسرائیل با اعمال زور علیه برخی مسافران سبب ساز شدند و حتی اگر این اقدام را دفاع از خود تلقی کنیم باز اطلاعات در دسترس زمینه قابل قبولی را برای باور این امر فراهم میآورد که سربازان نیروی دفاعی اسرائیل مرتکب یک جنایت جنگی شدند. پیش از این یک دادگاه ترکیه ای در رابطه با حمله به کشتی ماوی مرمره حکم به بازداشت چهار فرمانده سابق اسرائیلی داده بود. حمله نیروهای اسرائیلی به کشتی ماوی مرمره به یک بحران جدی در روابط آنکارا و تلاویف تبدیل شده بود چنانچه ترکیه سفیر اسرائیل را اخراج کرد و خواستار اوزخاهی رسمی اسرائیل شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سال گذشته در مکالمه تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه از این کشور بابت این حمله عذرخواهی کرد با این گزارش به پایان خبرهای امروز رسیدیم از همراهی شما متشکرم. خدا نگهدار